جامعه خودش میآفرینه. یعنی 14 تا طبقه است، طبقه رو فردوسی چنین میگه. و یادمون نره مسعود جان، فردوسی شاهنامه رو به نظم در آورده. من اینو بارها گفتم، دیگر بار تاکید میکنم، ولی شاهنامه به عنوان نثر عادی از هزاران سال پیش به عنوان تاریخ شاهان ایران وجود داشته. فردوسی مأموریت پیدا میکنه از طرف اندیشمندان آریایی که شاهنامه رو به نظم بیاره. یعنی شاهنامه با فردوسی تولد نیافته، بلکه به نظم در آوردنش توسط شاهنامه. باری جمشید شاه میاد میگه که بدن را زبد دست کوتاه کنم، روان را سوی روشنی ره کنم. یعنی چی خواهم میکنم؟ یعنی میاد اول سپاهیگری رو درست میکنه و ارتش رو و قدرت رو. قدرت یکی از معنی هفت سین و یکی قدرت شمشیر بعضی وقتا ما میگذاشتن و غیره، یک نشانی از قدرت بایستی و سپاه هفت سین باشه که بهش میرسیم. اول پس میادشون ارتش و سپاهیگری رو میافرینه. به فر کینان کرد آهنا، چو خود زره کرد و چون جوشنا. یعنی سپاه و سپاهیگری میافرینه و بعد میگه صفی بردگرده است منشاندن، همین نام نیساریان خواهندن، کجا شیر مردان جنگاورند. یعنی میدونید که نیساریان یعنی همین لشکر ارتشیان و غیره رو میسازه عنوان نخستین قدرت که 14 تا طبقه و قدرت رو میافرینه. بعد میاد لباس رو، نوع لباس ویژه رو برای سپاهیان برمیگزینه و لباس خوب و پوشش تمیز برای مردم خودش. دیگه در دیگر پنجه اندیشه جامع کرد که پوشند هنگام جنگ و نبرد، زکتان و ابریشم و موی و دست افت کرد برمای دیبا و خز. بیا موختشم ببینید آموزش میده. رشتن و تافتن به تارن در این تود را بافتن. بعدم خلاصه میگه که به هر پیشور انجمن گرد کرد. فردوسی میگه بعد از اون یه کار دیگه که مسعود جان جمشید شاه میکنه اینه که واتیکان رو برای نخستین بار جمشید شاه که میسازه، یعنی جدایی دین رو از دولت جدا میکنه و یه جایگاه ویژه میسازه برای روحانیون، البته نه برای روحانیون، برای نمایندگان و مرشدان و اندیشمندان خدا پرستی. که خودش چنین میگه، میگه یه دوی که کاوتیان خرش درستان میگه شما برید در قارها و اونجا ارشاد کنید مردم رو به خدا پرستی. یعنی جدا میکنید، معبد رو میسازه. به خاطر همین است که اکثر معابد میترا مسعود جان آیه امینی عزیز در کوه ها بوده. بعد اینجا میبینید پس اندیشه و آیین میشه یکی دیگه از این مواردی که ما بایستی بر سفره هفت سین هنگام این که طبیعت وقتی نوبتان میکنه بگذاریم. یعنی میشه اندیشه. حالا پیش از این ما شاهنامه رو میگذاشتیم، بعدا کتابای دیگر میگذاشتن. هر کسی میتونه کتابی که در آیین خودش براش مقدس است اونو بذاره. هیچ اجباری نیست ما بگیم چه کتابی رو. هر کسی نسبت به آیینی که داره و اینطور که فردوسی میگه میتونه یک سمبولی از اندیشه رو بگذاره. بعد باید بدونیم که کاتوزیان هم مسعود جان، کاتوزیان یعنی همین خداپرستان، کاتوز دیندار نیست، خداپرست یعنی فقط خدا رو قبول داره، رابط بین خدا و انسان وجود نداره. بعد گروه های دیگری میسازه که معبد سازی و ساختمان سازی و دیگه است که میگه به سنگ و به گچ دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد، چو گرمابه و کاهای بلند، چو ایوان که باشد پناه از گزند. اینها رو میسازه. و بعد از این مسئله مورد بسیار زیبایی که در هفت سین ما همیشه بوده که اگر سین بوده میگفتیم سکه، یا اگر شین بوده میگفتیم شمش طلا میگذاشتیم، علتش اینه که میبینیم ثروت و سرمایه مسئولتان بسیار حساس و مهمه برای یک کشور، برای یک خانواده و برای یک انسان. میگه زخارا گوهر جاست یه روزگار، همین کرد زو روشنی خواستار، به چنگ آمدش چند گونه گوهر، چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. مورد دیگه سیم و زر هست. بعد نکته بسیار زیبای دیگر این هست که از این گامه جمشید شاه متداول میشه در میان آریاییان، عطر خوب امروز به فرانسه این بین اود و کلون و عطر و گلاب و این چیزاست مسعود جان، که میگه دیگر بوی های خوش آورد باز که دارن مردم به بویش
نیاز. مورد دیگه ای که میاره تندرستی است برای جامعه و پزشکی و داروسازی، که میگه پزشکی و درمان به هر دردمند، در تندرستی و راه گزند. همه رازها نیست کرد آشکار، جهان را نیامد چنو خواستگاه. مورد دیگر هم تندرستی انسان هست، یعنی این چیزی که به تندرستی انسان کمک میکنه که خوب بمونه همین طبیعت هست. همین مثلا ما با عدس سبزه میندازیم و غیره میدونیم، مثلا عدس حالا نمیخوایم باید این مقوله بشیم که عدس چقدر آهن داره و غیره، ولی همه اینها میبینیم در اصول و طبقات چهاردهگانه است که جمشید میافرینه. آقای مسعود امینی عزیزم که همه این موارد، من امروز نمیخوام اینجا شرح بدم، ولی از این 7-14 مورد 7 شما گرفتیم. چرا 7 گرفتیم؟ به خاطر این که عدد 7 های مسعود امینی در فرهنگ و اندیشه انسان آریایی جایگاه ویژه‌ای داشت. اولا این که پیش از این که ما بدونیم 9 تا سیاره به دور خورشید می‌گرده، فکر می‌کردیم که 7 است. می‌دونیم که این دوتا بعداً کشف شده. در هنگامه‌های از میکرا که آغاز میشه این قضیه ستاره شناسی ایرانی، 7 تا سیاره بوده. چون 7 بوده بر دور خورشید، رقم 7. چون 7 روز 7 است، رقم 7. بعد می‌بینیم خیلی از ادیان دیگه هم جزئیات آسمان غیره رو آوردن. بدین رو 14 رو نگرفتن ایرانی‌ها، 7 رو گرفتن. و بعد چون از بعد از اینکه جمشید شاه آیین شهریگری خودش با ساختن 14 تا طبقه قاطع و کامل میکنه و تمام میکنه، جهان انجمن شد بر تخت او، این تاجگذاری میکنه و بر تخت پادشاهی میشینه. از آن بر شده فره بخت او، به جمشید بر گوهر افشاندند، من آن روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فردین، برآسوده از رنج تن، دل زکین به نوروز، نوشاه گیتی فروز، بران تخت بنشست پیروز روز. بزرگان شادی بیاراستند، می و رود و رامشگران خواستند. چنین جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. وقتی که این جشن گرفته شد، جشن نوروز، همزمان سفره مسعود جان، ببینید ما در این سفره 7 سین و یا 7 شین، پای مسعود امسال ها تلاش میکردم که بگم 7 چین نه 7، ولی امروز با این تئوری جدید و ارگلم نه سینش مهمه نه شینش، بلکه 7ش مهمه و اون مواد دیگه و اون چیزهایی که باید برس سفره. ما 3 تا چیز داریم اینجا. سفره داریم، سفره برای عنصر آریایی خیلی مهم بوده در طول تاریخ، برای اینکه شکم خود و خانوادهش باید سیر باشه. تا انسان سیر نباشه و آسوده از خوردن نباشه، نمیتونه تلاش بکنه. بعد ما آریایی ها رسم دیگه که داشتیم همیشه سفرهمون برای دیگران هم باز بوده، پس برای این اصلا ما میگیم سفره 7. بعد رقم 7 هم که عرض کردم، حالا این سین و شین هم از 7 جایگاه بایستی نمونه باشه. این 7 جایگاه رو سیاوش عوستا اینگونه از هستی ما باید یه چیزی داشته باشیم. حالا یک نشانی از خورشید، نشانی از ماه که میبینیم در کریسمس این چیزها رو میگذارن، نشانی از سیارات بهرام و ناهید و هرمزد و نمیدونم چه، یک این ستاره چیزی بایستی داشته باشیم. نشان دوم از قدرت بایستی باشه. قدرت رو ما شمشیر انتخاب میکردیم، همیشه میذاشتیم چون اون آقا شمشیر بوده. سرمایه و ثروت چون برای بود یک جامعه و انسان بسیار مهمه و از تن پروری انسان به نجات میده، انسان میره کار میکنه که تأمین زندگی خانوادهش رو کنه، سرمایه رو دست بیاره، باید یک نمونه و سمبول باشه. مورد چهارم آیین و اندیشه است که عرض کردم. از طبیعت آقای مسعود امینی عزیز، طبیعت زیبایی که ما زندگی و حیات رو داده، یه چیزی باید بذاریم. سبزه رو میذاشتیم حالا و یا موارد دیگه، هفت سین رو میذاشتیم، شیرینی و یک چیزی از شادی رو بر سفره بایستی بگذاریم. این 7 مورد بایستی باشه. حالا اون شیرینیش چه باشه، از شادی چه سازی باشه، چه موزیکی باشه، چه نشانهی باشه، چه تصویری باشه، از ثروت چه نشانهی باشه، سین باشد و یا شینش ایرادی نداره. چون آقای مسعود امینی عزیزم، پیش از اسلام ما 7 شین می‌گذاشتیم، به خاطر اینکه شین و شیده و شید و شاه و شاهنشاهی، نخستین واژه‌ای که در اینها بوده، در شید که شیده و همون خورشید منظور است و شاهی و شاهنشاهی بوده، شین رو گرفتن. اما بعد از اسلام چرا شین رو گرفتن؟ شین رو به این خاطر گرفتن که در هنگامه حکومت بنی امیه که آقای یزید خلیفه بوده،
اندیشمندان ایرانی میخواستن زنده کنن این فرهنگ نوروز رو، مثل که الان فرهنگ سیزده بدر مثلا هنوز تو تقنیه که جونان در میاد زنده نشده.